فوتبالچیا سلام، با این ویدیو همراه باشید چرا که قراره با هم به نکات عجیب و غریب بازی پرسپولیس و ذوبان بپردازیم. پرسپولیس و ذوب یه بار دیگه قراره که تو فولاد شهر با هم بازی کنن تا برنده دومین جدال تهران اصفهان امشب مشخص شه. ذوب یا تو بازی رفت با اون گل به خودی عجیب سروش رفیعی تونسته بودن پرسپولیس رو تو تهران متوقف کنن و شاید اولین نشونه های لغزش تیم یحیی دقیقاً از همینجا شروع شد. اما نکته عجیب در مورد ذوب اینه که اونا 2140 روزه که نتونستن پرسپولیس رو ببرن، یعنی یه چیزی حدود 7 سال. اوضاع اونجایی واسه ذوب بدتر میشه که بدونیم محمد رفیعی سرمربیشون تو 8 بازی اخیر با تیمای مختلف جلوی پرسپولیس نتونسته حتی یه بازی رو هم ببره و تو همه این بازی‌ها گل خوردن و تیمای محمد رفیعی فقط هم 4 بار تونستن به پرسپولیس گل بزنن. اما یه قاب احساسی هم تو بازی امروز ثبت میشه و اون حضور دایی کمال پرسپولیسیا جلوی سرخپوشاست. کامیابینیا 8 فصل تو پرسپولیس بوده و 6 تا قهرمانی و 2 تا نایب قهرمانی لیگ و آسیا رو با این تیم تجربه کرد و در نهایت از لیست یحیی بیرون موند و با دلخوری از این تیم جدا شد. فعلا لایک و سابسکرایب بکوبین تا بریم ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. اما تو سمت مقابل پرسپولیس که با اسمار یه باخت و یه برد رو تجربه کرده، میاد که از باخت سپاهان نهایت استفاده رو ببره و بتونه جایگاه خودش رو تو رتبه دوم جدول مستحکم‌تر کنه و فاصله‌اش رو با استقلال حفظ کنه. نکته جذاب برای پرسپولیسی‌ها رونمایی از دوتا خرید خارجیشون یعنی عبدالکریم حسن و استون اورونوفه که امروز شرایط بازی رو دارن، اما اونا یه رونمایی اجباری دیگه هم دارن که یه جوان تو خط دروازه است. امیررضا رفیعی امروز در غیاب بیرانوند محروم میتونه مثل علیرضا حقیقی 17 ساله جلوی سایپای علیدایی خودشو برای همیشه تو فوتبال ایران مطرح کنه. البته انصافا باشگاه پرسپولیس هم با گذاشتن عکس رفیعی تو پوستر این بازی یه حال اساسی بهش داد. اما نکته عجیب این بازی واسه قرمزای تهران اینه که اونا امروز فقط آل کسی رو به عنوان مهاجم تخصصی در دسترس دارن و صحبت‌های عثمان تو کنفرانس قبل بازی هم به کمبود مهاجم مثل همیشه مهر تایید زد. مرسی که با این ویدیو همراه بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بعد بازی هم قراره که خلاصه بازی پرسپولیس و ذوب‌آهن رو واسه تون پست کنم. با ما همراه باشید.